امید به این جفاکاران و طمعکاران نبندیم. من امروز گاهی به پاره، نمیگم همه، اپوزیسیون خارج کشور که نگاه میکنم میبینم اینا هنوز دخیل توسل بستن به این دولت هایی که یه روزی دولت ملی ما رو توی مملکت ما سرنگون کردند و منافع ما رو، ثروت های ما رو بودن، واقعا هم خندم میگیره، هم گریه هم میگیره. و خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. واقعا اینا هستن که از تاریخشون درس نمیگیرن. اینا فکر میکنن که دوباره این دولت ها میان و یه پادشاه دیگه رو بر ما مسلط میگن. فرض کنیم که کردن، آخه یک حکومتی که با اتکای به اجانب بر سر کار بیاد چه خدمتی به ما میتونه بکنه، چه اصالتی میتونه داشته باشه، چه نقشی در تاریخ میتواند بیافریند. امان از این غفلت، امان از این خواب، امان از این سیاست پیشگانی که خود رو به خواب زده اند و به منافع خودشون، به قدرت چند روزه خودشون می اندیشند. حکومت های ایرانی تا قبل از رضا شاه پهلوی هر چی که ظالم بودند و بد بودند و جفاکار بودند، اما ملی بودند، درونی بودند، مال خود ملت بودند، مملکت خاک ما بودند. ولی از زمان سلسله پهلوی دو تا پادشاه که سر کار اومدن، هر دوتاشون به کمک اجانب اومدن. یعنی واقعا کاملا اینا به همین دلیل هم اصلا گره نخوردن به این مملکت، نتونستن، یک وصله نارنگ ناجوری بودن. هر دوتاشون هم در خارج از کشور فوت کردن، هر دوتاشون هم قبرشون در اونجاها قرار داشت برای مدتی تا، و به هر حال نشان میداد که این بدن اینا رو دفع کردن. و من نمیدونم که امروزه چرا بعضی ها میخواد دوباره به کمک اجنبی کسی دیگری رو بیاورن. حالا این کس میخواد در ایران زاده شده باشه، نشده باشه، اونچه که مهم است این که تکیه بر اجانب تکیه بر تار عنکبوت است، تکیه بر یک دیوار شکسته است، نشستن زیر یک سقف ترک خورده است. امیدوارم که 28 مرداد دیگری در انتظار ما نباشه، انقلاب دیگری هم در انتظار ما نباشد. هیچ کدام اینها به نفع ما نیست و راه ما آن است که اندک اندک با صبوری راه رو چنان برویم که هم از خونریزی زیاد جلوگیری بکنیم، هم مرارت نیافرینیم و هم از ثروت‌های ملی و مغزهای ملی خصوصا بتوانیم بهره بجوییم و مردم رو به وطنشون دلگرم بکنیم و اونها که میتوانند توانایی‌های خودشون رو در خدمت این ملک و ملت بگذارند و پشت به مردم نکنند. این پیام‌ها رو باید بدهیم تا که نسل آینده ما با دانایی، با توانایی بتواند زمام امور رو به دست بگیرد و از همه مهمتر بداند که اونهایی که دعوی دوستی میکنند و لبخندهای ظاهری میکنند، میزنند، در پشت این لبخندهاشون چه زهرخندهایی نهفته است و دل به اونها نبندند.